بفرمایین. خانم دکتر سلام. سلام. حال شما چطوره؟ خوبی شما؟ مرسی. خوب هستید؟ خیلی متشکرم. مرسی. من درتون رو ببندم. حالتون چطوره؟ من سرما خوردم. اوکی. یا آنفلوانزا نمیدونم. خلاصه نمیخوام باهاتون دست بدم. خواهش میکنم. بفرمایید. شما هم سرما میخورین حالا؟ نه متوجهم. مرسی. خیلی ممنون که توجه میکنید. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. ببخشید. خوب هستی شما؟ مرسی. شما خوب هستی؟ همه چی خوبه؟ مرسی. بسیار عالی. بله من اومدم به شما رو ببینم. چی شد؟ چیه مسئله براتون پیش اومده؟ من گریپ گرفتم. گریپ گرفتم؟ بله اصلا کلن دارم نابود میشم، دارم میمیرم. چی شده؟ خب به من بگین اولا که علائم چیه که ما ببینیم واقعا گریپه یا نه. اجازه هست؟ بله خواهش میکنم. مرسی خیلی متشکرم. بله من راستشو بخواین احساس خوبی اصلا ندارم. آبریزش بینی دارم. بله. عدسه میکنی؟ عدسه نه آره کمی اونقدر نه ولی. آیا تب زیاد داری؟ نه تبی ندارم. سردرد؟ سردردم ندارم نه. اوکی. حالت کوفتگی عضلات؟ کوفتگی عضلاتم ندارم. اوکی. پس ببینین اونجور که داری به من میگین شما چه قالی خوشگلی. بله قالی تلفنمه. قالی تلفنتونه. بله چقدر زیبا. خواهش میکنم. ببخشید میفهمم. ببینید خواهش میکنم. ببینید شما اونجوری که دارین به من این علائمو میگین بیشتر سرماخوردگیه. یعنی فلو یا همون گریپ نیست. نیسته؟ نه این چیزی که به من میگین علائم سرماخوردگیه. نباید خودتون رو اینقدر اذیت کنین. من میدونم امسال ما متاسفانه گریپ خیلی زیاد داریم. بله. واکسن گریپ زیاد به درد خورد نیست امسال از نظر اینکه مریض رو بر علیه این مریضی بتونیم پروتکشن ایجاد کنیم، ولی با این حال میتونم بهتون بگم که علائمی که شما دارین سرماخوردگیه. سرماخوردگیه. و سرماخوردگی میدونین درمانش اینه که ویتامین C تا میتونین به مدل قرص یا آب پرتقال نارنگی تا میتونین مایات مصرف کنین که حالتون بباید. یه 5-6 روز دیگه باید بهتر بشه. چون من آموکسیسیلین خوردم. آموکسیسیلین خب از ایران آوردم دیگه. شما مگه ایران تازه از ایران بله، اومدین اینجا؟ بله بله من دانشگاه شریف بودم اونجا درس خوندم الان اینجا اومدم مشغول پی اچ دی کامپیوتر ساینس. آه تبریک میگم. مهندسی کامپیوتر اینجا مشغولم. آفرین. فقط متاسفانه یه چیزی که در ایران زود پزشکا این کارو میکنن که نباید بکنن اینه که تا یکی عدسه یا ریزش بینی ریزش بینی شما رنگ آبر یا رنگش یه رنگ دیگه است. منظورتون رنگین کمونیه؟ نه رنگین کمونی که نه، یعنی مثل آب میمونه یا رنگ زرد. آب روان. آب روان نه. خب اصلا ببینین بعد چند روزه که مریضین شما؟ 2-3 روزه فکر کنم خانم. نه پس نباید آماکسیسیلین رو شروع میکردین. آخه مادرم داد به من آماکسیسیلین رو گفت ببر با خودت. متاسفانه مقاومت ایجاد میشه. شما اگه هر دفعه سرما بخورین آنتیبیوتیک که برای باکتریه شروع بکنین بله این بعد دفعه دیگه که واقعا اگه احتیاج داشته باشین بعد دیگه بدنتون جواب نمیده. جواب نمیده. اینجا ببینین باید بیاین دکتر. بله. بدن اگه به شما بگن ویروسیه بله. شما باید 6-7 روز بمونین. بعد اگه حالتون بهتر نشد خب اون موقع ما به شما آنتیبیوتیک میدیم. واقعا آماکسیسیلین رو قطع کنیم. قطعش کنم. بله. بله. بعد فرق بین سرماخوردگی با گریپ. فلو گریپ چیه دقیقا؟ ببینیم گریپ اصلا اینجوری نیست. گریپ اینه که شما سردرد وحشتناک بله. دارین. تب واقعا بالا یعنی 39-40. بله. خستگی وحشتناک. اصلا اشتها ندارین. بینیتون آبریزش اصلا نداره. عدسه نمی کنین. تمام بدنتون درد میکنه. بله. و واقعا اون مریض اصلا دیگه نمیتونه حرکت کنه. درسته. و اون تقریبا متاسفانه امروزی میتونم بگم گریپ تا 2 هفته میتونه طول بکشه. تا 2 هفته گریپ متاسفانه کشنده است. میتونه کشنده باشه. شما سرماخوردگی دارید. گریپ در کانادا حدود 20,000 نفر هر سال میگیرن. بله. و بستری میشن و متاسفانه 4-5,000 نفر در سال در کانادا از گریپ فوت میکنن. یه سری کسایی هستن که باید واکسن گریپ رو بزنن. خب بله. شما امسال واکسن گریپ رو زدین؟ نه خیر. اوکی. برای کسایی ما واکسن گریپ رو توصیه میکنیم که سنشون بالای 65، آسم یا خیلی مصرف سیگار دارن، قند
مریضی قلبی یا اونایی که حامله هستن یا خود نکرده سرطان دارن در اطفال پایین 2 سال، آیا اینایی که بهتون گفتم شامل هست از کیس شما یا نه؟ نه خیر، حامله که نشدم خانم دکتر. اوکی، وگرنه چیزای دیگه؟ نه آسم نداری؟ آسمم ندارم، نه. من فقط خیلی درس میخونم. من الان 36 سالمه. خب پس جوونی، مریضی نداری. خیلی متشکرم. پس شما نمیخواست که امسان نمیخواست انجام باکسن گریپ انجام؟ بسیار عالی. پس این سرماخوردگی رو سعی کنیم که مواظب باشیم. بسیار و آنتیبیوتیک هم خواهش میکنم قطع کنیم، چون کیس شما اصلا آنتیبیوتیک نیست. بله، پس چیکارشون کنم اون آنتی بیوتیکا رو؟ به نظرم دور دیگه. نه، نگه دارین اگه یه بار دیگه استفاده مجبور شدین استفاده کنین، ولی اونو بمونین، بیاین مراجعه بکنیم. بله. اگه واقعا لازم بود من بعد به شما میگم. بعدم میگیم. اوکی، بسیار خیلی متشکرم، مرسی. شما برای چیزی دیگه هم امروز اومده بودین؟ من راستش بخواین خیلی دوربریا به من گفتن که یه خورده وسواس و اینا دارم. راستشو بخوای من خیلی دستامو میشورم، اصلا نمیدونم برای چی سرما خوردم. دستامو خیلی میشورم، حموم 3-4 بار در روز حموم میگیرم، خونه رو 4-5 بار در روز تمیز میکنم، اجاق گازو با مسواک تمیز میکنم، یعنی تا این حد خانم دکتر. من اتفاقا متوجه شدم از موقعی که وارد شدین هی دارین دستتون رو با این سانیتایزر و همه چیزا رو دارین سر جاش میذارین. بچه‌ها همه چی باید خیلی اورگانایز باشه. بله. سر جاشون باشن. بله. مثلا ببینید الان تلفن من با دستمال کاغذی شما باید یه جور زاویه‌اش باید یه جور باشه. میدونی اینا خیلی برام. بله. شما از کی تا الان اینجوری هستین؟ من خیلی وقت از بچگی اینطوری بودم. من تا از اسباب بازیام اینطوری جور می‌کردم از اول. واقعا؟ بله خانم دکتر. تو خانواده شما کی اینجوری هست؟ هممون اینجوری هستیم. بله. تا حالا دکتر برای این مسئله مراجعه کردین؟ دکتر تا حالا نرفتم. نخیر، مراجعه نکردم برای بیماریه به احتمال زیاد. درسته؟ خب ما بهش میگیم OCD. OCD، بله. Obsessive Compulsive Disorder. خب. یعنی واقعا یه چیزی هست که باید درمان بشه، چون خیلی داره انرژی شما رو از بین میبره. شما خسته نمیشین آخر روز اینقدر همش میشورین و مواظب هستین و چرا؟ اتفاقا من همسر قبلیم هم خیلی از این موضوع زجر میکشید اصلا خانم دکتر. چون اصلا اون شبا خوابیده بود، من شبا تمیزش میکردم. واقعا؟ بله، با کلوروکس. خب چی شد تو همسرتون؟ چی شد؟ ناراحتی پوستی گرفت، متاسفانه فوت کرد، همینجا دفنش کردیم. خب این خیلی بده. بله، دیگه چیکار کنم خانم دکتر؟ من همه چی باید تمیز باشه آخه دوره برای من. نه خب ببینین، اگه شما موافق باشین. بله. من یه دارو براتون شروع میکنم، بهش میگم پروزاک یا فلوکسیتین. بله. با یه دوز پایین ما شروع میکنیم. چون ببینین اینجوری زندگیتون خیلی اذیت میشین. بله، اذیت که دارم میشم. من شما ورزش میرین؟ ورزش ببینید خیلی کثیفه، نمیتونم برم ورزش. اگه من برم تردمیل بخوام بدوم، باید نزدیک یه کیف باید وسایل تمیز بیارم اونجا. چرا؟ ویندکس بزنم تمیز کنم. همه چی باید تمیز باشه. بعد دوست ندارم عرق کنم زیاد. خب آدم بعد میره دوش میگیره دیگه بعد از ورزش، چی میشه حالا؟ در آخه بعد هر 5 دقیقه ببرم دوش بگیرم اگه ورزش کنم. خب پس نه. بله. ببینین حیف، شما جوونین، باید ورزش برین، باید این همه وقت که برای این کارا میذارین میتونین برین برای خودتون تفریح و اینجور چیزا. درسی که میخونین همه چی اوکی؟ نمراتتون خوبه؟ نمراتم 20. همه بی، فقط یه دونه 19.5 داشتم. تو چی 19.5 گرفتین؟ ورزش دیگه. خب ببینید دیگه باید یکم به وقت بذاریم برای سلامت روحیتون. بله. اینجوری نمیشه. پس موافقین که ما براتون قرص شروع کنیم؟ باشه، میتونیم قرص شروع کنیم اگه یعنی حل میکنه قضیه رو خانم دکتر. خیلی خوب. ببینین حل نه، شما باید از خودتونم همت کنین و سعی کنین که با خودتون حرف بزنین. ببینین الان چند بار شما این سانیتایزر رو دیگه چیکار کنم خانم دکتر؟ من اصلا دستاتون هم قرمز، اگزیما گرفتین. خب اینقدر که به خودم این چیزا رو من میمالم، کلوروکس هم زنه بدبختم همینطوری فوت کرد دیگه، اینقدر که بهش کلوروکس زدم. خب بیچاره، اون گناه داشت که این کار کردین. حالا بله دیگه، من دیگه حالا الان کسی تو زندگیتون دیگه نیست؟ نه خیر، الان همه از من دوری گرفتن. خب همه میترسن دیگه، شما اگه با کلوروکس دنبال همه را بیفتین؟ بله، فکر کنم چیز خوبی نباشه. درسته؟ بله. با کسی میتونین معاشرت بکنین؟ دوست آشنا دارین؟ هیچ کی با شما نمیخواد. دوست آشنا دارم، ولی خب مثلا دستکش همیشه دستم، مثلا میخواد باشون دست بدم با دستکش دست میدم. آها. یا حتی اگه مثلا اشتباهی باشون دست بدم سری دستمو میرم میشورم. روبوسی هم با هیچ کی نمیکنین؟ اصلا روبوسی اصلا نمیتونم بکنم. اوکی. نه پس این OCD شما خیلی
خیلی حاده. باید بله. ما اینو هر چی زودتر بله. اوکی. پس من براتون شروع میکنم. میتونم شما رو دو هفته دیگه ببینم؟ دو هفته دیگه بله. حتما. که ببینیم حالتون چجوریه. ولی خیلی مهمه که شما رو خودتون کار کنین. حتی اگه دوست دارین من میتونم شما رو سایکولوژیست برای تراپی بفرستم. برای تراپی. یه سری جاها هست که بهتون یاد میده که بله. چجوری این حالت‌ها رو کم کنیم. بله. موافق هستین؟ بله موافق هستم. اتفاقا میتونیم این کارو انجام بدیم. میتونیم این کارو بکنیم. خب عینکتون کثیف شده؟ بله احساس میکردم کثیف شده. خیلی خوب باش. ببخشید. نه نه خواهش میکنم. بله. خواهش میکنم. پس ما همدیگر رو دو هفته دیگه میبینیم. دو هفته. من خوشحالم که به خاطر سرماخوردگی هم که شده شما اومدین و این مسئله OCD رو باید هر چه زودتر ما برای شما درستش کنیم خیلی چون خیلی داره کرم. به زندگیتون لطمه میزنه. من واقعا امیدوارم که بتونیم. نه امید باید داشته باشین 100% بهتر میشه. مرسی خیلی متشکرم. خوشحال شدم. خیلی خوشحال شدم. خواهش میکنم. مرسی که ببخشید. خواهش میکنم. خیلی من هنوز سرما خوردم باهاتون دست نه، نمیدم. نه خب شما که اصلا دست نمیدیم به کسی. بله نمیخواد خاطر سرما. من فهمیدم که خواهش میکنم. خواهش میکنم. دوست ندارین اصلا مسئله نیست. قالی تلفنم هم برد. بله خواهش میکنم. خیلی قالیتون هم خوشگله. بله. اصلا من بدون قالی جایی نمیرم. بدون قالی جا نمیریم. باشه. خیلی متشکرم خانم دکتر. خواهش میکنم. پس خیلی... سکرتر بگیم یه سه هفته دیگه. سه هفته دیگه. بله. باشه. دست شما درد نکنه. خواهش روز میکنم. خوبی داشته باشه. قربان شما. خداحافظ. 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 خداحافظ.